قلعه الغزنین حصار تاریخی است که ریشه های عمیق در تمدن کهن افغانستانی امروز دارد. به قول فرهنگیان غزنین، قلعه از آبده های تاریخی می باشد که هر یک یادگار افتخارات تاریخی کشور محسوب می شود. غلام محمد زیاروان، پژوهشگر تاریخ و ادبیات در غزنی، می گوید این قلعه نظامی که صدها منزل مسکونی در داخلیان هست، از آتش زدن غوریان گرفته تا تهاجمات مغولیان، جنگ افغان و انگلیس و نبردهای 40 سال گذشته آسیب دیده و حالا که نوسازی در آن جریان دارد، نگرانی از صدمات تغییر نمای تاریخیان جدی شده است. کراکی نمود زمان از آن استفاده میکرده، مرکز رهبری بیداره بوده، تمام داشته های قیمتی غزنی در این قلعه نهفته بوده که باید که مراقبت و حفاظت گردد. و من پیشنهاد میکنم که در قسمت بالا حصار که یکی از افتخارات بزرگ این سرزمین و این کشور ما است، باید که قدامت تاریخیش حفظ شود. عبدالاحد ستاک سروری در کتاب قلعه الغزنینش تهداب گذاری این حصار را قبل از میلاد عنوان نموده، از آن به عنوان یک محل مهم امپراتوری ترکان غزنوی یاد میکند. حمیدالله سروری، منشی شورای ولایتی غزنی، نیز میگوید کارهای ضروری و معیاری تا حالا در زمینه حفظ و مرمت این قلعه نشده و ای خواستار توجه دولت مرکزی در این زمینه میباشد. در صورتی که آبروها در این ترمیم نشود، خانه های مسکونی که در اونجا هست برشان در زمین در دیگه جدا نظر نگیرن، به هیچ عنوان ما نمیتونیم که مسئولیت این آبده تاریخی را داشته باشیم و کارمندان داد فرهنگ هم به عنوان کسانی که محافظ آبداد هستن، اونا نمیتونن که تام قلعه غزنین به طور درستش اینا نگهداری یا محافظت بکنن. محبوب الله رحمانی، معاون ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، نیز وضعیت این قلعه تاریخی را نگران کننده عنوان نموده، میگوید تا حالا وزارت اطلاعات فرهنگ در زمینه مرمت آن بودجه اختصاص نداده، اما وی از برخی اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از تخریبات بیشتر خبر می دهد. نیاز به ترمیم اساسی و بنیادی بیشتر داره. با وجود موضوعات، ما از قلعه غزنین همه ساله در قبل از فرارسیدن فصل زمستان اطلاع رسمی را ما با مردم محل در جریان می گذاریم، با 14 مسجدی که در شهر قدیم غزنی موقع داره در جریان می گذاریم تا اونا در قسمت حفاظت از دیوارها و برج‌های این قلعه تاریخی در فصل زمستان با ما همکاری کنم. سازمان‌های فرهنگی در غزنی میگویند در سال 2010 و 2011 پوهنتون آهن آلمان 3 میلیون یورو برای ترمیم و بهسازی این قلعه کمک کرد، اما کارهای معیاری انجام نشد و پول یاد شده نیز حیف و میل گردید. محمد آصف حسینی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.